سرخط خبرده. طالبان چشم انتظار رهایی زندانیان بیشتر. The specific provision relating to another 7,000 Taliban prisoners is این گروه مشتاق است تا یکی دو هفته دیگر در مورد آزادسازی 7,000 زندانیشان پیشرفت حاصل شود. اولویت‌های دو طرف روی میز گفتگوها در دوحه. حکومت افغانستان با محوریت تاکید بر آتش بس در اجندا وارد شده است. بحث اصلی و محوری کمیته روی تعیین اجندای دور بعدی مذاکرات صلح است. تاریخ خود را با کمال امانت داری تعهد به وفاداری، چهره هایی که به درآمدزادترین کرسی های حکومتی تکیه می زنند. رهبری وزارت مالیه برای آوردن شفافیت ذره‌بینی نگاه خواهد کرد. نه در فساد دخیل میشیم و نه با مفسد کنار میاییم. ای پالیسی ماست. دستانی که در کاهش مرگ مادران و نوزادان نقش دارند. تأخیر در رساندن بسته های بهداشتی چالش کلان در برابر رضاکاران صحی است. تعداد از مؤسسات همکار تطبیق کننده بسته‌های خدمات صحی متاسفانه تعهدات خود را مکلفیت های خود را به شکل درستش ادا نمی کنند. با خبر و تحلیل خبر امشب از یک با من بهرام امان خوش آمدید. سلام بر شما. سرپرست سفارت ایالات متحده آمریکا در افغانستان میگوید که طالبان مطابق به توافقنامه این گروه با آمریکا انتظار دارند تا کمتر از 10 روز دیگر در مورد رهایی 7,000 زندانی این گروه پیشرفت به وجود آید. رسولسون همچنین تاکید میکند که این رهبران سیاسی افغان هستند که با تصمیم گیری خود میتوانند روند صلح را در مسیر پیشرفت سوق دهند. او از رهبران سیاسی افغانستان میخواهد که موضعی بگیرند که به سود منافع ملی افغانستان باشد، حتی اگر این کار و موضع در تضاد با منافع سیاسی شخصیشان قرار داشته باشد. دشواری های روند صلح افغانستان. نزدیک به 6,000 زندانی طالبان آزاد شد تا گفتگوهای رو در رو میان هیئت‌های حکومت و طالبان آغاز شود. و حالا که تنها روی کارشیوه گفتگوها توافق شده، ظاهرا ادامه پیشرفت گفتگوهای صلح در گرو آزادی 7,000 زندانی دیگر طالبان است. خواسته که طالبان در دیدارهای پسینشان با زلمه خلیلزاد و سایر مقامهای آمریکایی بر آن پافشاری دارند. سرپرست سفارت آمریکا در افغانستان در یک نشست آنلاین با خبرنگاران میگوید که طالبان بر بنیاد توافقنامه این گروه با آمریکا انتظار دارند که تا میانه ماه دسامبر سال روان میلادی، یعنی کمتر از 10 روز دیگر، در این مورد پیشرفت چشمگیر با وجود دارد. The specific provision relating to another 7,000 Taliban prisoners is contained. یک ماده ویژه مرتبط به زندانیان طالبان در توافقنامه آمریکا و طالبان شامل است. انتظار طالبان این است که بر اساس آن تا میانه دسامبر 7,000 زندانی دیگر این گروه رها شوند. از نظر ما چنین انتظار خشونت ها را خواهد افزود و سبب نگرانی مردم افغانستان خواهد شد. این را ما به طالبان واضح کرده ایم که تمام تلاش ما از مذاکرات و توافق با طالبان این است که جنگ در افغانستان از طریق یک راه حل سیاسی پایان یابد. راس ویلسون همچنان میگوید که این رهبران سیاسی افغانستان هستند که با تصمیم گیریشان می توانند روند صلح را در مسیر پیشرفت سوق دهند. تمام رهبران سیاسی منافع بزرگشان در این خواهد بود که متحد باشند. یک اجماع قوی و مشترک در میان رهبران سیاسی کمک میکند که یک تصمیم دشوار در ارتباط به صلح گرفته شود و این گونه مذاکرات به پیش برود. اینان کاری را کنند که به منافع ملی باشد، حتی اگر در تضاد با منافع سیاسی آنها قرار داشته باشد. به گفته ویلسون، ایالات متحده آمریکا در مورد خروج نیروهایش از افغانستان با تمام متحدان و شریکان خود از نزدیک مشورت میکند و تصمیم نهایی در این خصوص در هماهنگی با ناتو گرفته خواهد شد.
منابع در دوحه میگویند که در دومین روز نشست کمیته مشترک روی تعیین آجندا دو طرف اولویت‌هایشان را روی میز گذاشتند. شورای عالی مصالحه ملی میگوید که گفتگوها حالا به مرحله حساس رسیده و انتظار دارد که به زودی دو طرف روی آجندا توافق کنند. دولت افغانستان میگوید که اولویت و خواست اساسی هیئت جمهوری اسلامی افغانستان در آجندا آتش بس است. شمار از شهروندان کشور از دو طرف میخواهند که باید به خواست مردم افغانستان تمکین کنند. امان و فرهنگ جزئیات می‌دهد. روایت های تلخی از جنگ طولانی افغانستان. قصه همچنان ادامه دارد. این تصویرها اینجا در وزارت دولت در امور صلح زیر نام عکس برای آتش بس به نمایش گذاشته شده است. در شرایطی که هیئت ها در دوحه با هم ریزنی دارند. چیز مهمتر از قطع خشونت ها وجود ندارد در کشور. و باید این خشونت که هیچ توجیه دینی، انسانی، اخلاقی نداره فوری ختم شود. اما این که اجندای مذاکرات چی می باشه، یه همین مواردی است که رویش بحث میشه. ما باید تلاش بکنیم همگی برای رسیدن به صلح و امیدوار هستم که به یک نتیجه مشخص و ثابت برای وضعیت فعلی کشور برسیم. کمیته مشترک هیئت‌ها امروز دومین نشست را در پیوند به تعیین و اولویت بندی آجندا برگزار کرد. منبع‌ها در دوحه میگویند که امروز دو طرف اولویت‌هایشان را روی میز گذاشتند. جزئیاتی از دو روز نشست کمیته بیرون داده نمی‌شود. هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی افغانستان با حمایت قوی که از طرف مردم، رهبری دولت و رهبران سیاسی و ملی کشور دارند، با تعهد بیشتر برای رسیدن به یک صلح پایدار تلاش می‌کنند. طرف جمهوری اسلامی آتش بس را یکی از خواست‌های اساسی و اولویتش در آجندا می‌خواند. شورای عالی مصالحه ملی میگوید با داخل شدن به بحث آجندا روند صلح به مرحله حساس رسیده و انتظار دارد که رایزنی در این مورد بیش از حد طولانی نشود. بحث اصلی و محوری کمیته روی تعیین آجندای دور بعدی مذاکرات صلح است. امیدوار هستیم که این کمیته به زودی روی ترتیب آجندا و توافق برسه و دو طرف مذاکرات و بحث‌های خود را روی آجندا آغاز بکنه. هرچند طالبان تاکنون نگفتند که اولویت این گروه چی خواهد بود، اما منبع‌های آگاه از روند صلح میگویند که طالبان بحث رهایی زندانیان باقی مانده و برداشتن تحریم‌ها از رهبران این گروه در آجندا را روی میز خواهند گذاشت. بر اساس توافق صلح آمریکا و طالبان هم که یکی از اصل‌های گفتگوهای میان افغانان پذیرفته شده، آمده است که با آغاز این گفتگوها آمریکا بررسی‌اش در پیوند به برداشتن تحریم‌ها را آغاز می‌کند. آقای محمد نظیف شهرانی، پروفسور مردم شناسی در دانشگاه ایندیانای آمریکا، از آمریکا برای بحث بیشتر با ما وصل هستند. آقای شهرانی سلام بر شما، وقتتان بخیر. اجازه بدین از گفته های راس ویلسون، سرپرست سفارت ایالات متحده آمریکا در افغانستان آغاز بکنیم که میگه طالبان انتظار دارند تا کمتر از 10 روز دیگر در مورد رهایی 7000 زندانیشان پیشرفت به وجود بیاید، البته مطابق با توافقنامه خودشان با امریکا. چی گونه میشه بررسی کرد این گفته آره؟ بسم الله الرحمن الرحیم، سلام به شما، سلام به همه گی هموطنان عزیزمان. من تعجب میکنم که باز هم اینا اصرار میکنن که زندانی های بیشترشان رها شود. 5000 زندانی را که اینا در حقیقت به زور از زندان‌های افغانستان به امر آمریکایی‌ها آزاد شدند، امروز همگی می‌دانند که بیشتر از اینا در صحنه‌های جنگ هستند که این بدبختی را که در دو سه ماه گذشته به نام مذاکرات صلح اینا شروع کردن بالای مردم افغانستان آوردن. دیگر کافی است، اینا باید یک دستاوردی داشته باشند، اقلا باید مسائلی جنگ فرو بکشه تا بتانن زندانی های بیشتری را رها بکنن. اینا زندانی نیستن، اینا عساکری هستن که دوباره به دست طالبان داده میشه و اونا در صحنه جنگ برای کشتار مردم افغانستان میفرستن. بس است، کافی است. امریکایی ها باید، نمیفهم چرا، ممکن است که این از یعنی کارهای بوده باشه که ترامپ میخواد آخرین روزهای حکومت خود در امریکا بالای مردم افغانستان بیاره و دوستای طالبان خود خوش بسازه. من فکر نمی کنم این مسئله خوبی بوده باشه. ولی در توافقنامه امریکا با طالبان آنچه که
ما دیدیم در واقع برای 5000 زندانی شرط شده بود. این 7000 زندانی دیگر فکر میکنین که در کجا گنجانیده شده؟ آیا زمایم که گفته میشد زمایم پنهان است؟ هدفش همین رهایی 7000 زندانی دیگه طالبان هم بوده؟ هر جایی که بوده باشه مهم نیست، که در خفا اینا روی از این چی کده بودن، تصمیم گرفته بودن یا در ملا. ببینین مشکلی که ما داریم ایست که همین 5000 زندانی یا به نام زندانی که ایلا کردن، اینا همه ایشان مردم های آدم کشای بودن که دوباره در صحنه هستن و رهبری جنگ به دست دارن. این را باید برشان گفته شود که کافی است. شما این بسیار چیزای دیگه در توافق نامه هست که مثلا فروکشی جنگ نکردن یا حملات خونین در شهرها، هیچ کدامی از اینا را طالبات هنوز قبول نکردن و مرجع عمل نگذاشتن. تمام چیزایی را که اینا خواستن امریکایی‌ها بالای افغانستان قبولاندن که بکنن، اما هیچ چیزی را که طالبا وعده داده بودن که بکنن به هیچ کدامی از اونها امریکایی‌ها اصلا توجهی نکردن تا هنوز. بله، و فکر میکنین که در واقع امریکا با سرنوشت مردم افغانستان بازی کرده؟ در این هیچ شکی نیست که اداره ترامپ در این دو سال گذشته بالخصوص با مردم افغانستان بسیار زیاد خیانتی بزرگی کرده و این کافی است و باید از این زیادتر اجازه داده نشوه که این کارا بکنن. اگر حکومت افغانستان در این 40 روزی آینده حتی یک نفر طالب از زندان رها بکنه، در حقیقت خیانت است و کمک به یک کسی است که خودش منفور است در جامعه خودش امروز، و مردم انتظار از این را دارن که باید از قصف سفید هر چیز زودتر بیرون شود و بیشتر و منافع امریکا هم چین نقصان نرسانه و برای جهان و مردم خصوصا مردم افغانستان. بله آقای شهرانیان، چه که شما یاد کردین طالبان به تعهدات خود مطابق توافقنامه دوحه عمل نکردن و یک شمار کلان چنین ادعا را دارن، حکومت افغانستان هم بارها گفته، فکر میکنین که چرا امریکا در واقع در عمل واکنش نشان نداده، فقط با نشر چند تویت خواستار کاهش خشونت ها شده یا نکاهش کرده چنین عملات را؟ فکر میکنین که چه راز نهفته است در این که در عمل از امریکا واکنشی دیده نمیشه؟ ببینین آقای ترامپ و کسایی که در دور پیش از اینا هستن، اینا دوستای مسلمان ها و اسلام هیچ وقت نبودن نیستن. این را تمامی مسئله کاری از این در منطقه این نیست که صلح بیاره یا کمک بکنه بر جامعه اسلامی، و در حقیقت اینا همیشه منافع خود در تشددگرایی مسلمان ها یا گروه های اسلامی یا به نام مسلمان هستند که اونا را زیادتر تقویت بکنن. اگر یه از صحنه بیرونم بوده باشه او دوستایی نویره که اینا پیدا کردن که اونا در حقیقت خدمتگار برای اعمال و اطواری آقای ترامپ هستن و کسایی طرفداری از او هستن که اونا را تقویت بکنن که اگر ای در صحنه نباشم اونا با خواسته های امریکا و اهدافی همین گروه امریکایی به هر حال دوام بتن. در حقیقت یک راهی است برای به مرجع عمل قرار دادنی ضدیتش با جامعه مسلمان و خصوصا با اسلام، و طالبا بسیار کار خوبی میکنن در این که اسلام بدنام بکنن و جامعه خود به بحران بکشانن که کشاندن. در حقیقت یکی از اهداف اساسی شمی ضدیت با اسلام است، نه آوردن اسلام در افغانستان یا کمک به مردم. از گفته های شما برداشت میشه آقای شهرانی که اصلا با این وضع صلح هم در کار نیست، در شرایطی که به گفته شما امریکا در پی شدت جنگ در افغانستان است، طالبان هم به تعهدات خود عمل نکردن. بله در این مقطع نیست، تا که این اداره فعلی ترامپ دوام میکنه ما باید هیچ انتظاری به پیشرفتن صلح نداشته باشیم، اما تشدید جنگ و البته شرایط آماده ساختن بر جنگای بدتر و بحرانی تر باید انتظار داشته باشیم. امیدواری هست که اداره تازه‌ای که در 20 جنوری قدرت به دست میگیره اونا
با این رفتار ضدیت نشان بدن و راه دیگری را پیش بگیرن که واقعا به مسائل صلح در افغانستان کمک بکنه. درست، در این بخش به عنوان آخرین پرسش آقای شهرانی، فکر میکنین که حالا حکومت افغانستان چه باید بکنه؟ طالبان میخواین که 7000 زندانی دیگه شان هم رها شوه؟ ما فکر میکنم اگر حکومت درسی آموخته باشه از 3-4 ماهی گذشته، یک زندانی دیگری طالبان را باید اینا رها نکنن، و اگر رها میکنن یک خیانت بزرگ در برابر مردم افغانستان خواهد بود. درست. و اینا باید انتظار بکشن و کوشش بکنن یک برنامه بهتری داشته باشن که بتانن با اداره تازهی که در امریکا به میان میایه با اونا در میان بگذارن که واقعا بتانه صلح در افغانستان تقویت بکنه و امکانی آوردن صلح در افغانستان. بله. آقای شهرانی، ولی یک شمار این خواست طالبان را همزمان میدانن به آتش بس و میگن که شاید طالبان به خاطر اینکه 7000 زندانیشان رها شوه به نحو این سخن را اهرم فشار استفاده میکنن تا به آتش بستن بتن. شما هم موافق چنین دیدگاه هستین؟ اگر شرط همی بوده باشه که اینا میخوان از زندانیشان رها شوه، اقلا برای هر 1000 زندانی که رها شوه باید یک ماه آتش بس ازشان خواسته شوه. اگر بعد از اینکه یک ماه مکمل اینا در صحنه به جنگ دست نزدن، 1000 نفرشان آزاد شود. بدون یک واقعیت در عملشان، باید هیچ عسکری دیگری از این، هیچ زندانی دیگری، اینا زندانی نیستن، عساکر هستن، عساکر جبهه‌شان هستن که خلاص شدن، به مجرد خلاص شدن میرن دوباره در صحنه در برابر مردم افغانستان اینا می جنگن. پس حالا باید حکومت افغانستان یا امریکا چه باید بکنه؟ چه تضمین از طالبان بگیرن که واقعا اگر این 7000 زندانی باقی مانده طالبان هم رها شوه دوباره به میدانهای جنگ بر نگردن؟ خب ببینید، اولین کاری که باید شوه ایست که اینا یک مدتی را باید تعیین بکنن که تا اینقدر مدت شما بر ما عملا نشان بدین که دیگر شما در برابر مردم افغانستان جنگ نکردین، یک ماه، دو ماه، پنج ماه، بعد از اون ما اینقدر عساکر شما را رها میکنیم. در غیر از اون ما فکر نمیکنم راهی بوده باشه که اینا را تضمین بتانن بتن. اونا تضمین اصلا ندادن، به هیچ چیزی وفا نکردن و نخواهد بکنن هم. مشکل دارم اینجاست. و حتی کسی دیگری به نام ضد طالب خود ممکن معرفی بکنن در حالی که طالب بوده باشن، اونا به جنگ ادامه بدن. مشکل ما در همینجاست که ما تا وقتی که اینا جاهای چی دارن به اصطلاح پنهان شدن دارن، مثلا در اون طرفی مرز پاکستان یا یکی در مناطقی که اینا خودشان فعلا کنترل دارن، میتونن از اونجا عملات خود دوام بتن، میتونن هر کاری را که تا هنوز کردن برخلاف تعهداتشان دوام بتن. ولی ضروری یک نگرانی کلان آقای شهرانی وجود داره، طالبان تا اینجای کار هیچ شرط را از حکومت افغانستان نپذیرفتن، رهایی 5000 زندانیشان، آغاز مذاکرات و در کل میتونیم بگیم که ظاهرا تمام چیز مطابق میل طالبان به پیش رفت. حالا فکر میکنین که طالبان آنچه که شما یاد کردین، شرط بگذاریم یا ضرب الاجل تعیین بکنیم، بپذیرن چنین موارد را؟ بله، من فکر میکنم اگر صلحی از اونا همی بوده باشه که ما در 3 ماه گذشته دیدیم، از این که در بیتر جنگشان خواهد بود که ما بفهمیم که اینا اصلا علاقمند به صلح نیستن و اینا در جنگ هستن و کشور هم آماده باشه که در برابرشان جنگ بکنه. این نام، این استفاده، سوء استفاده از صلح فکر میکنم یکی از جرایم کلانترشان هست که باید حکومت در برابری از اونو معامله را، یعنی معامله نکنه. معامله زیادترش هم از طرف امریکایی‌ها بوده. امریکایی‌ها زور به زور به اصطلاح مجبور ساختن حکومت افغانستان و چیزی را که اقلا به زبان میگفتن نمیخوایم بکنیم کردن. و از این بس است و حکومت دیگه، مردم باید به حکومت اجازه نده که بیشتر از این با این معاملاتی یعنی تخریبگرانه با طالبان معامله بکنه. پس با این وضع آقای شهرانی، با این وجود این دیدگاه های متفاوت که میان حکومت افغانستان و طالبان وجود داره، یک بنبست کلان دیگر هم به خاطر تعیین اجندا شما میبینین، درست است؟ در این چکی نیست، مگر اینکه حکومتی تازه ای امریکا و هم جامعه بین المللی
بتانند فشارهای کافی را بالای کسایی که طالبان را کمک میکنند و برای از اونا امکانات میتن فشار بیارن که تا مذاکره یعنی صادقانه عمل بکنن، نه ای که ازش سوء استفاده بکنن و به جنگ خود ادامه بدن. بسیار تشکر از شما آقای محمد نظیف شهرانی، پروفسور مردم شناسی در دانشگاه ایندیانا امریکا. دفتر شورای امنیت ملی میگوید طالبان رابطه‌شان را با القاعده قطع نکرده است. سخنگوی این شورا میگوید که طالبان هنوز بستر خوب برای فعالیت القاعده هستند و نیروهای القاعده در مکانهای زیر اداره طالبان فعالیت میکنند. منبعهای به تلویزیون یک میگویند که در واپسین حمله هوایی نیروهای آمریکایی در هلمند 8 عضو خارجی القاعده در میان طالبان کشته شدند. به گفته این منبعها در این حمله 24 عضو گروه طالبان و شبکه القاعده کشته و 20 تن دیگر زخمی شدند. اما طالبان ادعا کردند که در این حمله غیر نظامیان هدف قرار گرفتند. جواد تیموری جزئیات می‌دهد. 10 ماه پیش در این توافقنامه طالبان به امریکا تعهد کتبی دادند که روابطشان را با القاعده قطع می کنند. اما در این مدت امنیت ملی افغانستان 2 رهبر القاعده برای شعبه قاره هند را کشته است. ابو محسن المصری در غزنی و محمد حنیف به نام مستعار عبدالله در ولسوالی بگواه فرا کشته شده است. در تازه ترین مورد نیروهای هوایی امریکا یک گروه مشترک طالبان و القاعده را در هلمند هدف قرار داده است. منبعها به تلویزیون یک میگویند که در این حمله ملا عبدالله بلوچ والی نامنهاد طالبان برای نیمروز همراه با 8 عضو خارجی شبکه القاعده کشته شده اند. در این حمله همچنان 24 تنی دیگر جان باختند. دفتر شورای امنیت ملی میگوید گروه طالبان روابطشان را با شبکه القاعده قطع نکرده است. زینی دی طالبانو پلیکو که دزینو بندیانو نیول کېدل سی غوښ پله د اعتراف کې سمګ د القاعده غړي وو او دا د دې شاهدی ورکوي چې طالبان له حمله القاعده سره خپل اړیکې نه دي پرې کړې، یوازې دوی د بهرنیو فشارونو په خاطر باندې وایي سمګ له القاعده سره اړیکې نه لرو. بر اساس یک گزارش سازمان ملل که در ماه می امسال به نشر رسید، القاعده در آموزش، سربازگیری و انجام حمله ها هماهنگ با طالبان همکاری می کند. آمارها نشان می دهد که القاعده به صورت پنهانی در 12 ولایت افغانستان حضور دارد و شمارشان تا 600 تن می رسد. بین طالبان، القاعده و داعش مرزهای کاملا مشخص وجود ندارد که بگیم هیچ نوع تداخلی نیست. به همین خاطرم هستن یک تعداد طالبای تندروی که اینا گرایش های داعشی داره، گرایش های القاعده ای داره. برخی آگاهان باور دارند تا زمانی که بستر مناسب برای فعالیت های شبکه القاعده در افغانستان وجود داشته باشد، این گروه به فعالیتش ادامه می دهد. القاعده در گذشته هم، حالا هم، در آینده هم در افغانستان حضور مستقل داشته نمی تانه. نه تنها طالبان بلکه گروه های دیگه، کشورهای دیگه از القاعده و گروه هایی که مرتبط به القاعده هستند منعیس گروه های نیابتی استفاده میکنند به انجام بعضی اهدافشان. نهادهای امنیتی افغانستان بارها گفته است که بر علاوه القاعده گروه های حراس افغان پاکستانی مانند لشکر طیبه، جیش محمد و لشکر جنگوی نیز با طالبان در ارتباطند که در حمله های گوناگون در جنوب کشور با طالبان همکاری کردند، اما طالبان همکاریشان با دیگر گروه ها را همواره رد کرده اند. آقای میرزا محمد یارمند آگاه امور نظامی برای بحث بیشتر اینجا در استدیو حضور دارند. آقای یارمند سلام بر شما، بسیار خوش آمدین به برنامه. بیاین از حضور القاعده در افغانستان آغاز بکنیم. حضور القاعده در افغانستان چقدر یک چالش جدی و یک واقعیت است؟ خب القاعده در یک مرحله خرد و خمیر شده بود، حالا اینطور نبود که از بین رفته باشه. اینا پس دوباره تانستن خود احیا بکنن و اینا در همکاری با تحریک اسلامی ترکستان شرقی، ازبکستان، همچنان تاجیکستان، آسیای میانه در مجموع و امارت قزاقستان، با اینا همگی همسو هستن و با هم هماهنگی دارن.
و همین اکنون اینا افراد بسیار فعالشان در بدخشان هم است، در سایر نقاط افغانستان اینا حضور چه زمان خود احیا کردن دوباره قدرت بخشیدن به خود؟ خب اینا بعد از اینکه اسامه بن لادن کشته شد، بله، اینا سخت تعقیب و پیگرد بودن. بعد از اینکه پس دوباره ایمن زوایری رهبری را گرفت، پس دوباره اینا تانستن که سر پای شوند. من تا جایی که میفهمم اینا در یک رابطه تنگاتنگ با سایر تحریک و گروه هایی که در افغانستان هستن هماهنگ هستن، منتها خطوطی از یا جدا هست و یکی به دیگه تعاون دارن. درست، ولی منظور ما آقای یارمند نفوذ القاعده در افغانستان از با توجه به این که در همین 25 اکتبر سال 2020 امنیت ملی افغانستان گفت که فرد شماره دوی القاعده در شبه قاره هند در غزنی کشته شده، درست است؟ چقدر میتونه نشاندهنده از این باشه که واقعا القاعده در افغانستان نفوذ به شدت زیاد دارد، چون فرد دومش در غزنی میباشه و بعد توسط امنیت ملی کشته میشه؟ ببینید، القاعده یک سازمانی هست که در افغانستان بسیار حضور فعال داشته، به دلیلی از اینکه اینا حدوداً 2000 بیشتر نفر از ثبت احوال نفوس افغانستان یا تذکره تابعیت دارن. اینا از افغانستان عروسی کرده، اینا به جامعه مدغم شدن. خب حالا شاید اولادای از اینا 25 ساله 26 ساله شده باشه، اینا تکثر نسل لیگ پا انجام دادن، بالاخره اینا در جامعه مدغم هستن. یکی کسایی که اگر تازه وارد باشه، سایر مثلا اگر اسامه بن لادن کشته شده باشه و مسئول القاعده در شبه قاره هند کشته شده باشه، بالاخره افرادی که اینا دارن واجد شرایط اونا جانشین میشوند. درست، ابعاد تهدید القاعده در افغانستان کدام هستن؟ ابعاد تهدیدش این است که همی وکنون یک تهدیدی کلان است. مثلا وقتی که مایمه دروا سقوط میکنه، تعداد زیادی از اتباع خارجی هستن، همی افرادی که به یا تسلیم میشن، کلیپی از یام در فیسبوک وجود داره، تسلیم میشن، اما تسلیم شده یا سر میبرن و این سر بریدن در مجموع امو روش القاعده است، روش اونمو چچینی ها هست، به این شکل اتباع تاجیکستان و ازبکستان و قزاقستان و از سایر کشورهایی که هستند در مجموع اینمی روش القاعده است که باید سر ببری و این کار یا انجام میتن. من اینه گفتم میتونم که اینا حضور دارن و حضورشان در تعاون با تحریک طالبا تا به اکنون اینمی پیوند وجود دارد. ولی چرا چون این رابطه از هم جدا نشد، رابطه القاعده با طالب، با توجه به اینکه در توافقنامه 29 فوریه میان آمریکا و طالبان یکی از شروط لازمی این توافقنامه قطع رابطه دو طرف بود؟ خب حالا شما باید این موضوع رو به یقین که میدانین، وقتی که رهبر القاعده در پاکستان کشته میشه، این چی معنا را میرسانه؟ معنای از این را میرسانه که اینا حامی دارن و معنای از این میرسونه که اینا این یک مرجع سپورتر دارن که در اوقات معین اینا رو پناه میده و در اوقات معین هم اینا میتونن که ظاهر شون رو جنگ بکنن. که میخواین بگین که پاکستان حامی است؟ مثلا من که در 42 سالی اخیر همه چیزی که بوده، حتی از بعد به تاسیس پاکستان، حتی در زمان داوود خان در افغانستان در چند نقطه جنگ شد و جهاد اعلان شد، به دلیلی از اینکه افغانستان باید بشکنن و بتانن که تقدیر افغانستان توسط خود پاکستان نوشته بکنن. ولی فشار حکومت افغانستان، فشار جامعه جهانی به شمول امریکا بالای پامیان چون این گروه های چی بوده؟ اصلا فشار وارد کردن اصلا مورد توجهشون قرار داشته که واقعا از سرچشمه چون این گروه های را باید خونسا کرد؟ خب روی هم رفته، پاکستان چون یک کشور اتمی است و در منطقه یعنی قوت گرفت در می 42 سالی اخیر، امریکا میخواه که با پاکستان مماشات و مدارا داشته باشه، اگر نه پدیدهای تروریستی همه که در وزیرستان آموزش دیدن، آموزشگاه
وزیرستان انتقال کرده به داخل افغانستان. باید در خصوص این مسئله ایالات متحده امریکا از آغاز توجه میکرد. وقتی که شما سرچشمه را نخوش کنین و بالاخره سیل جاری میشه و امو... یعنی میخواین بگین که امریکا هم چندان علاقه نداره که خب در خصوص این مسئله خمسابه. پاکستان بسیار کشور ماهر است از لحاظ استخباراتی. یک هر زمانی که ایالات متحده امریکا خشم گرفته بالای پاکستان، بالاخره یک نفر طالب را بندی زندانی کرده یا یک نفر از القاعده را زندانی کرده و او را انتشارات داده و به همین گپ دنیا دلخوش کرده که پاکستان اقدام کرد علیه پدیده‌های تروریستی، در حالی که اقدامات صورت نگرفته. درست، در حالی که بارها از ادامه رابطه القاعده با طالبان یاد شده. درست است، شما میدانید که پنج شنبه 10 سپتامبر سال 2020 پنتاگون گفت که طالبان با القاعده هنوز هم رابطه دارند، ولی چگونه با توجه به اینکه خود پنتاگون میاد میگه که رابطه هنوز قطع نشده، گفتگو را ادامه داد آمریکا با طالبان؟ خب رویم رفته، امریکا یک کشوری هست که بسیار پیچیده در قبال قضایا بازی میکنه. اگر او با طالبا صحبت میکنه، اما استنتاجی که از صحبت خود میداشته باشه که از این قبل از صحبت کردن اونا بررسی میکنن که ما اگر یا با اینا صحبت کنیم دینی موارد دست پیدا میکنیم پیش میریم. یکی از برنامه هایی را که ایالات متحده امریکا پیش میبره، او دسترسی استخباراتی در عمق طالبا هست و که باید به طالبا را، شرکایی که با اینا هستن، اگر القاعده است، اگر سایر تحریک‌ها و تنظیم‌های کشورهای بیرونی که خارجی‌ها در افغانستان هستن، اینا هستن، در مجموع مهارت‌های را به کار میبره که توسط ازیا با اونا نزدیک شود. با طالبان درست است؟ نه خیر، با سازمان‌های تروریستی دیگری که از خارج دیجه هستند، اگر القاعده است، اگر تحریک ترکستان شرقی است، اگر امارات قزاقستان است اینا. و شما میدانید که در سال 2001 امریکا هم به دلیل یا به خاطر نابودی القاعده و طالب وارد افغانستان شد و حالای که به چنین هدف دست پیدا نکرده، فکر میکنین دلیل همین چنین یک چیزی است؟ مسلماً به شکلی که لازم بود، بله، اگر نیروها بسیج میشد به شکلی که لازم بود، اینا تعهد داشتن که مبارزه با تروریسم می داشته باشن و مبارزه با مواد مخدر می داشته باشن و یک حکومتی بر مبنای دموکراسی در افغانستان شکل بگیره و این نهادی نشوه، که به هر سه هدف این اهداف متوقع بوده مگر به دست نامده. به این اساس کثرتی مخالفین نظام، اگر داخلی است اگر خارجی است، بیشتر از هر زمان دیگه محسوس است. درست، که به اون شکلی که حالا قوت گرفتن اینطوری که نبودن. بله، روی اهداف امریکا در افغانستان اگر فرصت بود میپردازیم، ولی فکر میکنین که ادامه رابطه القاعده با طالبان چه تأثیر روی روند صلح افغانستان خواهد گذاشت، در حالی که ظاهرا هیچ تأثیری نگذاشته؟ من باورم این است که در پروسه صلح با طالبا بسیار ژرف نگرانه و به دقت دیده شود. در خصوص این مسائل باید به عنوان گزینه های بسیار جدی موجودیت افراد خارجی در داخل افغانستان که اینا در بعضی حالات داعش، مثلا به نام داعش با طالبا جنگیدن، اینمی تعاریف چگونه باشه که به کدام میکانیزم و به اساس کدام فشار و کدام به حساب مشترکات ما با طالبا ایجاد کرده بتانیم که اینا علاقه خود با القاعده قطع بکنن، به این ترتیب با سایر سازمان‌های بنیادگرایی که در افغانستان حضور دارن و در پهلوی طالبا علیه دولت می‌جنگن. درست، ولی یک شمار به این باور هستن آقای آرمند که اگر حکومت افغانستان با طالبان هم به یک توافق برسن، در واقع یک شمار از افراد طالبان که راضی نیستن از چنین توافق یا دوست ندارن که با حکومت افغانستان توافق صورت بگیره، مدغم میشن با القاعده و این به معنای ادامه درگیری خواهد بود. من شخصا به این عقیده هستم که یک بخش طالبان در پروسه صلح شاید بیاین. کسایی که دچار کبر سن شدن، کسایی که یک مقدار متمول شدن، کسایی که تا
تانستن بازی بکنن که راحت طلب شدن اینا میایه. اما تجربه مجاهدین به ما نشان داد، مثلا زمانی که رهبرای مجاهدین از پاکستان وارد افغانستان شدن و دولت اسلامی تأسیس شد، اینا تعهداتی داشتن با پاکستان، چون در پاکستان بودن مجبور بودن که اینا تعهد بتن. و زمانی که داخل افغانستان آمدن، روان قماندانای داخلی را که جنگ یا میکردن و افراد اصلی اینا شمرده میشدن نه رهبرا، اینا در برابر مخالفت قماندانای داخلی نتونستن اونامو تعهداتی را که با پاکستان کرده بودن او تعهدات عملی بکنن، تا اینکه پاکستان مجبور شد که طالب تولید بکنه. درست آقای یارمن، حالا که امریکا قصد ترک افغانستان را داره و هنوز هم میگه که طالبان با القاعده رابطه خود را قطع نکردن و شما میگین که تهدید القاعده جدی است، چه بالای افغانستان خواهد آمد در صورت که نیروهای امریکایی از افغانستان خارج شوند و تهدید القاعده، رابطه القاعده با طالبان همچنان پابرجا باشد؟ خب اول خب من به این عقیده هستم که اگه ما امریکا را بکشیم هم نمیره. چرا امریکا به خاطر افغانستان نامده بود که به خاطر افغانستان پس بره؟ امریکا بسیار ژرف نگرانه در خصوص برنامه هایی که در سطح منطقه داره در افغانستان آمده، و این برنامه ها اگر ایجاب بکنه که باید بیرون شوه، بیرون میشه. اگر بخواهد ایجا حضور داشته باشه، حضور می داشته باشه. اگر بخواهد که نیروی خود اضافه بکنه، اضافه میکنه. ای که ما نگرانی از این باشیم که ایالات متحده امریکا میروه، من به این عقیده نیستم که ایالات متحده امریکا از افغانستان بیرون نمیشه، به شکلی که در مجموع باید افراد خود بیرون بکنه. چرا در امریکا یک مشکلی که هست، در هر چهار سال انتخابات میشه، یا جمهوری خواه جای دموکرات میگیره یا دموکرات جای جمهوری خواه میگیره. دیدگاهی از اینا با نظرداشت تحلیلی که در چهار سال انکشافاتی که صورت میگیره در سطح دنیا طوری هست که اگر مثلا ترامپ کارایی کرده که در نتیجه تبعات کاری از این و زیان امریکا باشد، در روش بایدن او تصحیح میشه. به این اساس من اعتقادم این است که حضور امریکا در افغانستان و مبارزه با پدیده‌های تروریستی دچار نوساناتی هست که ما شما در 18-19 سال دیدیم. سپاسمند حضورتان آقای یارمن. تا لحظات دیگر. بسته شدن شاهرای حیرتان مزار شریف، در پی اعتراض ها در بلخ، در پیوند بر ربوده شدن کودک 9 ساله در این ولایت. ادامه نبرد های شدید میان طالبان و نیروهای امنیتی در پنجوایی قندهار. مجلس نمایندگان ادامه کار سرپرست وزیران و رئیسان که رأی اعتماد نگرفتن را خلاف قانون می داند. عضوای این مجلس می گویند سرپرستان وزارت های معارف، اطلاعات و فرهنگ، احیا و انکشاف دهات، امور زنان و سرپرست بانک مرکزی دوره سرپرستی خود را گذراندند. آگاهان حقوقی نیز می گویند ادامه کار سرپرستان که رأی اعتماد نگرفتند خلاف قانون است. اما ریاست جمهوری در مورد اینکه چه زمان افراد تازه به این وزارت ها را معرفی می کند چیز نمی گوید. جواد تیموری جزئیات می دهد. سرپرستان وزارت های معارف، اطلاعات و فرهنگ، احیا و انکشاف دهات، امور زنان و سرپرست بانک مرکزی حدود 6 ماه پیش به عنوان سرپرست گماشته شدند. اما این نامزدان رأی اعتماد مجلس را نتوانستند به دست آورند و همچنان به کارشان ادامه می دهند. نمایندگان مردم در مجلس می گویند که ادامه مدت سرپرستی این چهره ها پایان یافته است. این نامزدان هم دوره سرپرستی خود گذراندند و هم از طرف مجلس نمایندگان و وکلای ملت رد شدند. پس باید حکومت به اراده ملت احترام بگذاره، به قانون سرپرستی مهره ختم بگذاره و در اسرع وقت نامزدان جدید را معرفی بکنه. مدت کمی هم به تعطیلات زمستانی مجلس مانده. اگر در کمتر از یک ماه دیگر چهره های تازه معرفی نشوند، سرپرستی تا پایان سال روان در این نهادها ادامه خواهد یافت. نمیشه که ما اگر در رخصتی بریم باز اینا
رسماً در موسمتشان گماشته شوند و از صلاحیت هایی که اینا ندارند از او صلاحیت ها استفاده بکنند. آگاهان حقوقی هم میگویند سرپرست وزیری که نتواند رأی اعتماد را به دست آورد نمیتواند به عنوان سرپرست به کار خود ادامه دهد. تنها در صورتی میتواند که موعد سرپرستیش باقی مانده باشد. بر مبنای قانون سرپرستی وزارت‌ها کاندید وزیری که از ولسی جرگه رأی اعتماد را به دست آورده نمیتواند، اونا نمیتونن که من حیث سرپرست وزیر دمو سمت خود باقی بمانه. معرفی تمامی عضوهای کابینه حکومت اشرف غنی به دلیل اختلاف ها میان ارگ و سپیدار چندین ماه طول کشید. با توجه به پیشینه حکومت در معرفی کابینه، مرحله دوم گماشتن نامزد وزیران هم زمانگیر به نظر میرسد. وزیر مالیه در مراسم معرفی 18 رئیس جدید این وزارت میگوید که اگر درآمدهای کشور به گونه درست گردآوری شود، بودجه عادی از منبع های داخلی تامین خواهد شد. عبدالهادی ارغندیوال هشدار میدهد که خیانت در منبع های درآمدزای کشور را تحمل نمی کند و به خاطر شفافیت تجهیزات جدید را در گمرک ها نصب خواهد کرد. وزارت مالیه گفته است که تا یک ماه دیگر همه بسها در گمرک و غیر گمرک را با اعلان خواهد سپرد. تمیم شهیر جزئیات می‌دهد. رئیسانی که در رقابت آزاد کامیاب شده و منصوری ریاست جمهوری را نیز به همراه دارند. رئیس گمرک های کابل، هرات، ننگرهار و فرا نیز شامل این دستند. وظایف خود را با کمال امانت داری عهد وفاداری یاد می کنند که در کارشان فساد نکنند و کارهای مالی کشور را به گونه شفاف انجام دهند. وزیر مالیه به این باور است که اگر درآمدهای کشور از گمرک‌ها و دیگر منبع‌ها به گونه درست گردآوری شود، بودجه عادی نیاز به کمک‌های خارجی نخواهد داشت. اما این وزارت از روند کند تدارکات برخی تجهیزات گمرکی انتقاد می کند. متاسفانه تا هنوز اسکنرهای ما کارش انجام نشده، ولی تلاش داریم. بار بار ایراد تقاضا کردیم، متاسفانه تا هنوز تدارکاتی از او کارش انجام نشده. برخی رئیسان گمرک که تازه مقرر شدن نبود تجهیزات گمرکی، موجودیت مافیا و مداخله افراد زورمند در گمرک را چالش های عمده فراراهشان می داند. جناب وزیر صاحب، تهدیدات امنیتی بلند، تبریک دیروز در گمرک هرات شما خبر خبر شدیم، سه تن شهید شدن، مداخله افراد و اشخاص، موجودیت و مافیا، عدم تطبیق یکسان قوانین، نبود زیربناهای گمرکی مخصوصا در گمرک اسرائیل و عدم موجودیت سیستم های الکترونیکی مانند کامراهای امنیتی، ترازوهای دیجیتالی و اسکنرها از چالش های عمده گمرکات در افغانستان می باشد. در ضمن توجه خاص شما خواهم. امروز حضور ما و شما نشان دهنده از این هست که هزاران جرقه در دل هزاران جوانی مثل ما و شما روشن میشه که ما هم میتونیم با تلاش در وزارت مالیه جای داشته باشیم. ما هنوز در اول راه هستم، اما با تمام انگیزه روحیه بالا تعهد خود ابراز میکنم که من هم در جهت رسیدن به اهداف بالای وزارت مالیه تمام توانای تعهد خود به کار میگیرم. چند پیش ریاست جمهوری در فرمان 59 کارمند جدید و رئیس منابع بشری وزارت مالیه را برکنار کرد. امروز وزیر مالیه میگوید که این کارمندان مشکل ندارند. در او دور رابطه ما جواب قانونی ارائه کردیم و مشکل وجود ندارد. روند استخدام کارمندان جدید در وزارت مالیه این وزارت را با ارگ در رویارویی با هم قرار داده و تا هنوز شکاف میان این دو کاهش نیافته است. وزارت مالیه بعد تازگی گفته است که تمام بستای خالی در گمرک ها و غیر گمرک ها را تا یک ماه دیگر به اعلان خواهد سپرد. تا لحظات دیگر. شخصیت که شکست را در قاموسش جا نمی دهد. ترامپ می گوید به پیروزی خودش هنوز هم باور دارد.
30,000 کارکن صحی به گونه داوطلبانه و رایگان در تمام بخش‌های افغانستان سرگرم ارائه خدمات ابتدایی بهداشتی هستند. مسئولان در وزارت صحت در مراسم گرامی داشت از روز ملی کارکنان صحی میگویند که این کارکنان نقش چشمگیر در کاهش مرگ و میر مادران و نوزادان بازی میکنند. همزمان شمار از عضوای شورای صحی کابل و برخی از این رضاکاران گلایه دارند که تأخیر در رساندن بسته های بهداشتی به آنان دشواری های زیاد را سد راهشان قرار داده است. آنچه وزارت صحت عامه هم به آن اعتراف میکند و مسئولیت را به دوش نهادهای تطبیق کننده خدمات بهداشتی میاندازد. گرامی داشت از روز ملی کارکنان صحی جامعه، نیروهایی که جمعیت 30,000 نفریشان خدمات گسترده ای را برای آموزش و خدمات بهداشتی انجام می دهند. مسئولان بخش مراقبت های صحی وزارت صحت می گویند کارکنان صحی به گونه رضاکار و بدون کمترین امتیاز مادی به ارائه خدمات حیاتی بهداشتی به مردمان مناطق دوردست می پردازند. اینا در کنار پرسنل وزارت صحت عامه اینا کاملا به شکل رضاکار در مناطق بسیار دوردست و روستایی کشور عرضه خدمات صحی بسیار ابتدایی و اساسی می نمایند و همچنان اینا هستند که سلوک صحی را در بین مردم ترویج می دهند. ای کارکنان صحی جامعه، چالش کلان کارکنان صحی، کم توجهی و حتی بی توجهی به اینان و دیر رسیدن بسته های بهداشتی است. بین به آل مردم افغانستان دل بسوزانید. بین به آل مردم مریض و بیچاره ناتوان افغانستان دل بسوزانید. این سیستم کمیشنکاری را از وزارت صحت هم بردارید. وزارت صحت هم میپذیرد که چنین چالشی وجود دارد و مسئولیت آن را بر دوش شماری از نهادها و سازمانهای تطبیق کننده خدمات بهداشتی در کشور میاندازد. تعداد از مؤسسات همکار تطبیق کننده بسته‌های خدمات صحی متاسفانه تعهدات خود را، مکلفیت های خود را به شکل درستش ادا نمی کنه و از این خلایی که در جریان کرونا ایجاد شد متاسفانه سوء استفاده کردن. وزارت صحت عامه با وجودی که محدودیت در بعض موارد به خاطر نظارت مستقیم از خدماتشان داره، یافته های بسیار مستند را داره که این تخطیه را اثبات می رسانه. بی بی راهله از چندین سال با عنوان کارکن صحی وزارت صحت عامه در ولسوالی شکردره کابل فعالیت دارد. میگوید با آموزش هایی که دیده توانسته است خدمات خوبی به باشندگان روستایشان ارائه کند. فاصله بین ولادت ها هم تفلکت خوب میآید، شیر صحی میخوره، هم دیگه ملک میگیری، بسیار خوب، هم بخش رسیدگی کده میتونی، اینه میارم برش بگیر. حاجی مهراب الدین هم از تلاش هایشان برای خدمت رسانی به مردم میگوید. نیت او و همکارانش کمک رسانی به افراد است که آگاهی چندانی در مورد حفظ الصحه شخصیشان ندارند. در قسمت حفظ الصحه دیگه هم همراهشان کمک میکنیم، خصوصا در قسمت های وقایه ما بسیار اینا را تشویق میکنیم، چرا میفهمیم وقایه بهتر از تداوی است. بر بنیاد آمار وزارت صحت عامه، کارکنان صحی در 1.5 سال پسین صدها خدمات بهداشتی را به باشندگان بخش‌های دوردست کشور ارائه کرده‌اند که توزیع بسته‌های ایجاد وقفه در میان ولادت‌ها، مراقبت‌های پیش از ولادت، مراقبت‌های بعد از ولادت و راهنمایی بانوان برای دریافت واکسن تیتانوس از شمار خدمات‌های مهم آنان شمرده می‌شود. ده ها تن از باشندگان بلخ در اعتراض به عملکرد نیروهای امنیتی برای رهایی یک کودک 9 ساله ربوده شده در این ولایت امروز مسیر شاهرای حیرتان مزار شریف را برای ترافیک بستند. معترضان میگویند با آنکه بیش از یک ماه از ربوده شدن عبدالرؤوف میگذرد از سرنوشت او اطلاعی در دست نیست. این اعتراض کنندگان مقام های امنیتی را در شناسایی آدم ربایان ناکام میدانند. سخنگوی والی بلخ میگوید که یک هیئت فنی برای دنبال کردن این مسئله کار میکند. جاده حیرتان مزار شریف که بندر تجارتی افغانستان و ازبکستان است، امروز از سوی معترضان برای ترافیک بسته شده است. معترضان میگویند که با گذشت بیشتر از یک ماه، هنوز از سرنوشت رؤوف 9 ساله که از سوی آدم ربایان ربوده شده، اطلاع در دست نیست. معترضان بی‌پروایی حکومت در کار شناسایی آدم ربایان را دلیل این اعتراض میگویند. عبدالرؤوف جان یک کودک 9 ساله هست، 38 روز می شود در دست اختطافچی ظالم قرار دارد. دولت در این ارتباط بر ما
میگن که ما ارتباطات بسیار زیاد تلاش داریم اما نتیجه شما ندیدیم. اعتراض کنندگان هشدار میدهند که اگر خواستای آنان از سوی حکومت محلی در نظر گرفته نشود، تمامی نهادهای دولتی در بندر تجارتی حیرتان را میبندند. بر رسم اعتراض اینجا آمدیم، شروع کردیم، سر از فردا مکمل تمام ادارات دولتی را در خود حیرتان مسدود میکنیم. بسته شدن این راه درد سر به مردم نیز ایجاد کرده است. امروز قرار بود که در یک فاتحه اشتراک بکنم. از صبح به این طرف حرکت کردیم، آمدیم اینجا در قسمت از نزدیکی شهرک حیرتان. راه را یک تعداد از ساکنین محل به علت اختطاف کشته شدن یکی از اطفال مسدود ساختن و نمیگذارن، از هر دو طرف بند است. ولی آمدیم اینجا راه بند است، کجا رفتن نمیدونیم. یکوان اینچه نداشت به قوم قرینداش نداشت بشه کنید از ما گرتا دعوت کنید. مقام های محلی در بلخ بسته کردن جاده عمومی را خلاف قوانین کشور به ویژه قانون اعتراضا می دانند و از آمدن یک هیئت فنی برای پیگیری این رویداد سخن می زنند. ما از تظاهر برادرای شریف ترکمن ما خواهش می کنیم که مطابق قانون اساسی، مطابق قانون تظاهرات اونا عمل کنند، مسیر شارای مزار حیرتان را باز کنند. حدود یک ماه پیش تفنگداران ناشناس با لباس نظامی یک موتر بس یک مکتب خصوصی را در مزار شریف توقف دادند و رؤوف نو ساله را از آن پیاده کرده و با خود بردند. آدم ربایان در بدل رهایی این کودک از خانوادهش 1.5 میلیون دلار خواستند. از یک ماه به این سو جنگ شدید میان نیروهای امنیتی و طالبان در ولسوالی پنجوایی قندهار جریان دارد. نیروهای امنیتی هم با راه اندازی عملیات بازپسگیری تا کنون پیشرفت نداشتند. تلاش نیروهای امنیتی برای پاکسازی ولسوالی پنجوایی قندهار از وجود طالبان. از یک ماه به این سو نیروهای امنیتی تلاش دارند تا ولسوالی پنجوایی را به گونه کامل از وجود طالبان پاکسازی کنند. اما عملیات این نیروها تا اکنون پیش رفته نداشته است. خلکو در کورا زکار اخی ترکشان یور کری دلتا ملمی دی وست داغا دی وولتا دی پراغا کون دی دلتا ترکشان یور کری دی در خلکو در کورا سا دی کار اخی در آغا وقت دی کار دی نیخی چی پرسوی چی دیز بندی زور دی چی زور پراسی دی اغا منتکای لکی دی تشتی روانی. مسئولان محلی در این ولسوالی میگویند که طالبان تلاش دارند تا بخشای دیگر این ولسوالی را نیز در اختیار بگیرند، اما نیروهای امنیتی این فرصت را برای آنها نمیدهند. مچکی عملیات شروع دی بالا دشمن کوروس تکان کی دور نه راو ز جفاد دای مشت ولای دغل ترغلی تر سو پر دشمن بیرتا شاته کو او سیمه د حکومت سی د دغه کورونه چې دغه کورونه ته دشمن نه وته او امنیتی ځواکونه راغلی دی ان شاء الله امنیتی ځواکونه مخ پر وړاندې روان دي. از سوی دیگر طالبان ادعا کردند که در این درگیری ها به نیروهای امنیتی تلفات سنگین وارد کردند، اما نیروهای امنیتی این ادعا را نمیپذیرند. رئیس جمهور آمریکا میگوید که رهبران چین و ایران از نتیجه انتخابات ریاست جمهوری این کشور خوشحال شدند. دونالد ترامپ در نخستین گردهمایی پس از شکست در انتخابات میگوید که او در این انتخابات شکست نخورده و پیروز خواهد شد. دونالد ترامپ به چین و ایران هشدار میدهد که در 4 سال آینده طور با آنها عمل کند که تا کنون کسی این گونه عمل نکرده باشد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در نخستین گرد همایی پس از شکست در انتخابات 3 نوامبر بار دیگر خود را پیروز انتخابات می خواند. آقای ترامپ جو بایدن رقیب انتخاباتیش را به تقلب در انتخابات متهم می کند، اما تاکید دارد که نمی خواهد برای رفتن به کاخ سفید تا سال 2024 صبر کند. اگر شکست خورده بودم بازنده بسیار بخشنده می بودم. اگر باخته بودم می گفتم که باختم و به فلوریدا می رفتم و با مسئله راحت برخورد می کردم. اما شما نمی توانید هرگز چیزی را که آنها دزدیدند قبول کنید. با آنکه بیش از یک ماه از انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا می گذرد، اما هنوز نتیجه نهایی آن اعلام نشده است. بر اساس رأی های شمرده شده جو بایدن پیروز انتخابات است و تا کنون چندین عضو کابینه دولتش را هم معرفی کرده است. اما آقای ترامپ می گوید که بیش از همه چین و ایران از نتیجه این انتخابات خوشحال است. The happiest people in the world right now are the leaders of China,
خوشحالترین افراد در حال حاضر در جهان رهبران چین هستند. بعد از آنها رهبران ایران خوشحالترند. در 4 سال آینده طور با چین و ایران برخورد خواهند کرد که تا کنون کسی این گونه رفتار نکرده باشد. پیش از انتخابات هم دونالد ترامپ بارها گفته بود که جو بایدن بسیار نزدیک به چین است و اگر در انتخابات پیروز شود ایالات متحده نیز در اختیار چین قرار می گیرد. بر اساس آخرین آمارها جو بایدن 306 رای کالج انتخاباتی و دونالد ترامپ هم 232 رای کالج انتخاباتی به دست آورده است. بسیاری از رهبران جهان پیروزی جو بایدن در انتخابات را به او تبریک گفتند. مهمترین های ورزش هم با ادریس فاروقی. کارگاه آموزشی مربیگری برای مربیان فوتسال پایه در کابل برگزار شد. این کارگاه در 2 بخش زنان و مردان برای 1 روز به منظور آموزش مربیان و نیز برگزاری رقابت‌های فوتسال پایه برگزار شد. قرار است فردا جشنواره فوتسال پایه در کابل برگزار شود. در دامه رقابت‌های لیگ فوتسال کابل تیم‌های VIP و ظاهراسد با تساوی 4-4 برابر هم رضایت دادند. با این تساوی سعود VIP با 10 امتیاز و ظاهراسد نیز با 7 امتیاز به دور نیمه نهایی رقابت‌های لیگ فوتسال کابل قطع شد. در دیگر دیدار اطمینان 10-7 شریفی سپورت را شکست داد. سه‌شنبه همین هفته تیم‌های ظاهراسد و شریفی سپورت برابر هم به میدان می‌روند و در صورت پیروزی پرگل فوتسالیستان ظاهراسد برابر شریفی سپورت این تیم به عنوان تیم اول راهی دور بعد خواهد شد. بیننده های عزیز، از توجه و همراهیتان جهان سپاس. وقتتان بخیر. خدا نگهدار.